بسم الله الرحمن الرحيم. دمشقارا جلدی جدارا پاک ایسن دمشقارا جلدی مولا صاحبان ای کمیسیون و ای قیسان بیداری اعضا و اوتون و معزز و سناتوران و اول پانمانی جار و جناب وزیر سن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاس و قدرانه حضور که در راتون که مالیکان بودیجه ده اساسی قانون ده اتنوان ماده پر اساس ده مشنان و جرگه محترم و سناتور صاحبان ده برام نکوان پیر کال ده دیان نسم و پنزنوان مالی کال بودیجه پده حال که مشنان و جرگه اولیسی جرگه مجلسان ده مراد شون چه ده امنیتی او اقتصادی انتقال به حالت که بود. خوشبخت کنم پیان آمده که ده خیلی حکومت والی انکشافی او اقتصادی برخو که ده یو شمیر مزدرانان شاهدان چی ورسته به استاس و حضور ده به تفصیل معلومات برام کنم. به تاسو سره چه ده هواد به زینو ولایتونو او منطقو که ده جنگ ناامنی او کشمکشنو لعمله ده بودجه مصرف او تطبیق ده با کیفیت و خدمات و عرضه کول یوزه به تیشاره ده. نبر طرف ده ملی وحدت حکومت ده امنیت او سولی پا تامین که نه یوازه ده جنگ پا نظر که بلکه ده دیپلوماسی او سیاسی مشارکت و برم که هم ده کوششونه وکر. ده تیر کار پجیگان که عمده فعالیتونه او لازدرالانه پا لانده موگه اسپاسو حضور ده وران دکرم. حکومت کمیته قضایی جهت بررسی قضایای فساد اداری را با تمام قوت ترتیب، کمیته تدارکات ملی بر ریاست مقام ریاست جمهوری و ریاست شورای عالی اقتصادی و شورای عالی تنفیذ قانون جهت حکومتداری موثر را ایجاد نمود. همچنان تعدیل در قانون انتخابات، طرح قانون مشارکت عامه و تصویب آن و تصویب عده‌ای از قوانین دیگر طبق تعهدات حکومت وحدت ملی با جامعه بین‌المللی و با مردم افغانستان در سال 1395 صورت گرفت. حکومت مشترکاً با شرکای بین‌المللی کنفرانس های وارسا و بروکسل را جهت ادامه حمایت های سیاسی و مالی برای افغانستان تنظیم و تدبیر نمود که خوشبختانه طی این دو کنفرانس جمعاً حدود 30 میلیارد دلار آمریکایی من جمله 15 میلیارد در بخش امنیتی و حدود 15.2 میلیارد دلار در بخش انکشافی از سوی جامعه جهانی برای 4 سال آینده تعهد گردیده که از بسیار پیشتر آن در مجالس قبلی حضوری خدمت شما معلومات قرار دادید. حمایت های مالی و سیاسی جامعه جهانی در کنفرانس بروکسل بر اساس سه رکن عمده زرعی متحد جامعه جهانی متحد گردید که قرار زرعی میباشد. اول تحت رهبری حکومت وحدت ملی تطبیق چارچوب انکشاف ملی و سند خودکفایی بر اساس جوابدهی متقابل. حمایت بین‌المللی پایدار از طریق کمک های مالی آنها تا سال 2020 با تأکید بر موثریت کمک ها. مثلا حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی با منظور اختتام بخشیدن به خشونت و رسیدن به توسعه و رشد اقتصادی پایدار که بهبود امکانات اقتصادی منطقه‌ای برای اتخاذ این فرآیند سیاسی در جهت برقراری صلح و آشتی پایدار یک رکن عمده آن است. البته حمایت های مالی تعهد شده از طرف جامعه جهانی مستلزم یک سلسله تعهدات از طرف حکومت وحدت ملی نیز بوده است که شامل مبارزه زرعی باشد. یک، مبارزه با فساد، انتخابات شفاف، تطبیق ریفرم های مالی، عملی سازی برنامه های انکشافی، موضوع حقوق بشر مخصوصا حقوق زنان و تقویت روند حاکمیت قانون. مجموعه بستانه های آسنا در سال 1395
شامل افتتاح بندر چابهار با ایران، افتتاح مسیر خط ریل چین، افتتاح رسیدن خطوط ریل خواف ایران در منطقه سرحدی مشترک ما با ایران در منطقه چهارسرخ ولایت هرات و افتتاح مسیرهای ترانزیت بین المللی، یک اقدام نهایت با اهمیت و مفید در جهت انکشاف تجارت افغانستان ترقی می‌یابد. ضمن افتتاح و تحت استفاده قرار دادن این مسیرها، فرصت‌های مزید و مارکت‌های جدید را به کالاهای صادراتی افغانستان ایجاد می‌نماید که جزء پالیسی خودکفایی افغانستان است که افغانستان را از یک کشور وارد کننده چطور به کشور صادر کننده تبدیل نماید. همچنان در زمینه باز شدن مسیر راه لاجورد، راه ابریشم و انکشاف همکاری‌های ترانسپورتی و خط آهن میان افغانستان و ترکمنستان و همچنان بین 5 کشور ایران، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان و چین یک سلسله اقدامات صورت گرفته که فعلا در جریان مذاکرات با آنها هستیم که بعدا با تمام تفصیلات شما را در جریان قرار خواهیم داد. تکمیل و برابرداری بند سلما، توسعه فرق در ولایت بادغیس، هرات، کاپیسا، پروان، بغلان، قندوز و تخار، بازسازی ساختمان‌های لاین انتقال از شمال به جنوب کشور، توسعه سب استیشن چمتلاب و ایراس سب استیشن جدید در ارغنده و بازسازی دستگاه برق آبی گرشت و کجکی در ولایت هلمند و کار روی بند کمالخان، اعمار حدود 380 کیلومتر سرک، اعمار خط رمی میدان هوایی ولایت نیمروز و برابرداری میدان هوایی ولایت فراق از دستاوردهای عمده سکتور زیربنا در سال 1395 بودند و غرض آغاز کار پروژه تپی برای انتقال گاز از ترکمنستان و پاکستان و هندوستان و همچنان انتقال خط برق از ترکمنستان از طریق غرب افغانستان و جنوب افغانستان و پاکستان اقدامات صورت گرفته است. همچنان از قراردادهایی که طی 2 سال گذشته از سوی اداره تدارکات ملی به تصویب رسیده است، تعداد آنها بالاتر از 18 صد قرارداد و قیمت مجموعی بالاتر از 192 میلیارد افغانی نیز باید یادآور شد که اخیرا یک مؤسسه بین‌المللی شفافیت که تمام اقدامات حکومت ما را زیر نظر دارد، خصوصا در قسمت شفافیت حسابی و اقداماتی که ضد فساد اداری صورت گرفته، اونا تصدیق کردند که اداره تدارکات ملی ما به طرف درست خواهد است. تا سال 1395 حکومت افغانستان مذاکرات برنامه اصلاحات مالی و اقتصادی را با صندوق بین‌المللی پول مبنی بر اصلاحات مالی و پولی در میان مدت موفقانه به اتمام رساند. بعد از داشت همین برنامه، صندوق بین‌المللی پول اصلاحات مالی و اقتصادی 3 ساله را که مبین اعتماد جامعه بین‌المللی به اقبال برنامه‌های اسلامی حکومت وحدت ملی افغانستان میباشد جهت حمایت از ثبات مالی و انکشاف اقتصادی افغانستان به امضا رساند که این خود ابراز حمایت آن سازمان را نشان می‌دهد که در نتیجه آن اداره کمک‌های مالی جامعه جهانی در کنفرانس بروکسل نتیجه این اقدامات است. سناتور صاحبان معزز، با وجود مشکلات امنیتی، اقدامات حکومت در سال 1395 باعث بهبود وضع اقتصادی و مالی کشور گردیده است. در سال مالی 1394 مجموع عواید داخلی بالغ بر 122 میلیارد افغانی میگردد که حدود 8 میلیارد افغانی یعنی 7% افزایش را نسبت به پلان عواید و هدف تعیین شده ای که با جامعه جهانی مخصوصا صندوق بین‌المللی پول با ما رسیده بودیم نشان میدهد. در سال جاری عواید آسره تا اکنون بالغ بر 140 میلیارد افغانی می‌گردد که از پلان عواید سال جاری که با صندوق بین‌المللی پول موقع شده بود 6% فراتر
و از عواید حقیقی سال 1394 حدود 13% افزایش را نشان می‌دهد که طی 2 سال گذشته با این اقدام با حمایت شما و با همکاری همکارای وزارت مالیه و دیگر ادارات حکومت افغانستان به این تصاویر بزرگ نائل شد. خوشبختانه در سال 1395 رشد اقتصاد افغانستان از یک حالت رو به تنزیل که در سال 2014 رو برو بودیم یک سیر سعودی را آغاز نموده است. بر اساس معلومات و تحلیل‌های ما نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در سال 1395 نزدیک به 2.9% می‌رسد که قریب 1.1% به تناسب سال 1394 افزایش را نشان می‌دهد. با تطبیق برنامه‌های دارای اولویت در چارچوب انکشاف ملی افغانستان توقع دارد که رشد اقتصادی کشور در سالهای 1396 و سال 1397 به ترتیب به 3.5% و 4% در صورتی که انشاءالله صلح به طرف درست روان باشد و امنیت ما تأمین باشد این اهداف را به دست آورد. قدرمند و صنعت‌مندان صاحبان، در افغانستان د انکشافي اصول په چوکاټ کې د زراعت او زیربنا سکتورونه ترڅنګ چې د افغانستان اصلي اقتصادي انکشافي سکتورونه څخه شمېرل کېږي، د ولسي تړون یا نصاب شهروندي برنامه د ښځو اقتصادي پراختیا او ښاري پراختیا پروګرامونه په نظر کې نیول شوی. حکومت په پام کې لري چې د سولې او انکشافي پروګرامونو په راتلونکو څلورو کلونو کې د مؤثرو میکانیزمونو څخه په استفادې د ملي بودیجې د تطبیق له لارې د عامه او خصوصي مشارکت له لارې تطبیق کړي. له همدې امله حکومت د روان کار په جریان کې مشارکت عامه او خصوصي پروګرام معرفي کړه چې له دې لاره په زیربنایي پروژو او خدمتونو کې د تطبیق او د تمویل د بودیجې له لارې ډېر وخته اړتیا لري. همدارنګه د ولایتي بودیجې تطبیق په روان مالي کال کې عملا پیل شو او حکومت په پام کې لري چې د بودیجې ترتیب او له موافق ده او متاح ده د مالي او تدارکاتي صلاحیتونو تفویض عملا تطبیق کړي تر څو له دې لارې ټول انکشافي عملیتونه په ملي بودیجه کې شامل او د خدمتونو او پراختیایي پروګرامونو راکول د مملکت په هر ګوټ کې چټک شي. موږ هیله لرو تر څو ملي شورا او ولایتي شوراونه په دې هکله له حکومت سره پوره مرسته وکړي. صنعتو صاحبانو بازیس، حکومت در نظر دارد تا از طریق سرمایه‌گذاری‌های مؤثر و تقویت سکتور خصوصی که سبب انکشاف اقتصادی می‌گردد عواید داخلی را افزایش دهد. مجموعه بودجه ملی برای سال مالی 1396 یعنی سال آینده جمع مبلغ 466 میلیارد افغانی که من جمله 287 میلیارد افغانی بودجه عادی و مبلغ 178 میلیارد افغانی بودجه انکشافی پیش بینی گردیده است. اولویت‌های حکومت در تدبیر بودجه مالی سال 1396 سکتور امنیت و سکتور زیربنا بوده که به ترتیب 36% و 21% را سهم را در مجموع بودجه دارا میباشد و در سکتورهای معارف و زراعت به ترتیب 13.6% بودجه اختصاص داده شده است. بخش اعظم بودجه انکشافی در 4 سکتور زیربنا، زراعت، انکشاف دهات، معارف و صحت به ترتیب 94 میلیارد، 26 میلیارد، 20 میلیارد و 15.5 میلیارد افغانی اختصاص یافته است. در طرح بودجه مالی سال 1396 به تعداد 117 پروژه های جدید بزرگ، متوسط و کوچک که بیشتر آن در سکتورهای زیربنا، معارف، صحت و
وسائل سيكتورها مباشرة نظر الفاشونيست قولي يا رئيس كتاي چند سال اخير برای بار اول و این تعداد پروژه های جدید در پروژه در بودجه ملی ما شامل شده است. زمین یک تعداد پروژه های بزرگ زیربنایی ملی همچون راه آهن آقینه و دوغندی، جاده تاریخی ابریشم، پروژه دهلیز لاجورد، استخراج منابع نفت معادن، ساخت و تکمیل نمودن 21 بند آب و بندهای آبیاری در مقیاس بزرگ و متوسط، اعمال پارکهای صنعتی، پروژه های تهیه آب آشامیدنی، اعمال سرکهای دهاتی و تطبیق برنامه انکشاف مهارتها نیز شامل اجندای انکشافی حکومت در سال آینده بوده که تماما از طریق بودجه ملی ما به مصرف خواهد رسید. انکشاف تعلیم و تربیت، تحصیلات عالی و عرضه خدمات صحی نیز در اولویت‌های کاری حکومت قرار دارد. بنابراین در بودجه سال 1396 جمع حدود 35.6 میلیارد آرمانی در بودجه انکشافی در بخش تحصیلات عالی ورزش و سیاست عامه اختصاص داده شده است. همچنان در قسمت انکشاف مهارت‌های مسلکی نیز حدود 2 میلیارد آرمانی در نظر گرفته شده است. ضمن تقویت انکشاف سکتور خصوصی نیز در سطح برنامه‌های کاری حکومت قرار دارد. بر علاوه ایجاد زیربناها و تأسیسات گمرکی و کارهای صنعتی که در ازدیاد عواید ملی نقش اساسی را دارانی باشند، حکومت متعهد بر ایجاد سهولتها در اخذ جواز، بهبود سیستم اداره خدمترسانی وزارتخانه ها و مراجع مربوطه و فرامرمری خدمات اداری در خارج از کشور برای سرمایه‌گذاران و تجاران میباشد. از جانب دیگر کمک دولت‌ها از طریق بودجه ملی ما نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. طوری که تا کنون بیشتر از 60% کمک‌های خارجی از طریق بودجه ملی صورت می‌گیرد و در طی سال‌های آینده کاری که با جامعه جهانی کردیم این فیصدی افزایش خواهد یافت. با وصف تعهدات فوق متاسفانه مصرف بودجه انکشافی هنوز هم یک مشکل بزرگ است که جذب بیشتر کمک ها را از طریق بودجه ملی ما متاثر ساخته است. دلایل عمده پایین بودن مصرف بودجه را قرار ذیل به سر شما می‌رسانم. عدم پلانگذاری دقیق از جانب ادارات، ظرفیت پایین ادارات در امور بودجه‌ای و دادارکاری، ظرفیت پایین مدیریت پروژه ها و نبود سیستم های معلوماتی من حیث ابزار کنترل کننده پروژه ها، عدم مسئولیت پذیری و موجودیت سیستم مکافات و مجازات، عدم متاسفانه انعطاف پذیری دونرها در بعضی موارد، موجودیت فساد و مداخله زورمندان در بعض موارد مشکلات اساسی است که خدمت شما ارائه می‌دهم. وزارت مالیه با ادارات زیره در قسمت از بین بردن مشکلات فوق همکاری نموده و با همکاری شما سناتور صاحبان محترم کوشش شما این است تا راه‌های بهتری را برای بهبود این حالت با شما معرفی نماییم که با حمایت شما و تطبیق آن اقدام نماییم. بنابراین باید مدار شد که مسابقه بودجه ملی سال 1396 با توجه به امکانات مالی، برنامه های انکشافی افغانستان شمول، رشد اقتصادی، ظرفیت مصرف ادارات، چارچوب ملی انکشافی افغانستان و تعهدات حکومت در برابر جامعه جهانی و ملت افغانستان تهیه گردیده است. تقاضای ما شما این است که در قسمتی که مشکلات بروز می نماید حکومت را حمایت نموده تا سال بعد در همین وقت شاید دست آوردهای مفید برای مردم خود بوده باشیم. بعد از اخذ مشوره شما
وأعزائي المحترمين ولسي دركا ترجمة بهبود أمور وتسويب بودجي ملي صار 1396 وزارة المالية بعض اقدامات مشخص ومؤثر را بمنظور رفع مشکلات یاد شده اتخاذ می نماید که زیرن تشمیل می کنید. در بررسی وسط سال 1396 مصرف ادارات در 5 ماه اول سال مجدد مرور گردیده و آن اداراتی که توانایی مصرف بودجهشان را نداشته باشند وجوه آنها و ادارات دیگری که توانایی مصرف در آنها وجود دارد تعدیل خواهد کرد. با منظور جلوگیری از رابط ماندن وجوه دونرها با تمام دوستان بین المللی جهت بررسی و تخصیص مجدد منابعشان جلسات مؤثر را داخل خواهیم نمود تا وجوه راکت از پروژه هایی که تطبیق آن غیر عملی است و طی سالهای متمادی گذشته عملی نگردیده است مطابق آن روش های حکومت و مؤثریت مصرف آن و پروژه های دیگر تعدیل کرد. به این معنی که از طریق دوستای بین المللی ما اونا پروژه های را ترتیب و دیزاین کردن که تا 10 سال گذشته هم بودجه را بند کردن هم منابع را بود تخصیص دادن و هم را تعدیل کردن. ما اونا با اونا یک جای بود پروژه ها را بازدگری می کنیم مطابق اولویت های اکتشافی ما از طریق بودجه خود ما می خواهیم که اونا برای اولویت های پروژه های اکتشافی ما مصرف است. با روی به اقدامات افراد پول کافی جهت تمویل پروژه های بزرگ ملی در پرتو چارچوب اکتشاف ملی افغانستان در دسترس قرار خواهد داشت که تحول مثبت در اقتصاد و در ادارات تطبیقی افغانستان در سراسر کشور به وجود خواهد آمد. سرات و صاحبان معزز، با توجه به شرایط اساس کشور و با درک اینکه کمک های جهانی مادام العمر نخواهد بود باید اقدامات مفید در روند خودکفایی اتخاذ کردند و اقداماتی را که قبلا یادآور شدم درست در روشنی همین هدف تنظیم گردیده است. این اقدامات که در جهت منابع ملی کشور انجام می شود نیازمند حمایت همه‌جانبه اقشار مختلف به خصوص اعضای مؤسس مشاور و جرگه و ولسی رزنه باشد. شما با حمایتتان در حقیقت خدمت ارزشمند را به ملت و مردم ما که شما نمایندگان آنها هستید ارائه خواهیم نمود. درنو سنات و صاحبان پدیگر در افغانستان اسلامی جمهوریت در راتون که مالی کال ملی بودجه مسوده چه در حوال اقتصادی دیدگاه انکشافی برگرامونن او در حکومت در راتون که یو کال مصارفاتی برگرامون احتواکوی در مشران جرگه شاهد فرانتبال رئیس ساید در او تاسو طول سنات و صاحبان در ورندکی ایرده سو یا سند استاسو لعرضیابی مرست پر دعا اونو که دولسی جرگی محترم مجلس در ورانشی سو در مملکت حساس وضعیت در فهلی دو سر دلال راتون که مالی کار بودیجه لقانون اساسی سر سم پر تاکل وقت تصویب چی نور استاسو وقت نیسم در توجه و یا دنیا منا